ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی. چه سنا گویمت ای یاور هفتاد و دو ملت، که سنا خوانده خدایت تو چه محتاج سنایی. این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است، روزت جنت فردوس و مسما برضایی. این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است، روزت جنت فردوس و مسما برضایی. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که تو حج فقرایی. جان به قربان تو مولا که تو حج فقرایی. ای دختر عقل و خواهر دین، وی گوهر درج عز و تمکین، اسمت شده پایبند مویت، ای علم و عمل مقیم کویت، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ماه و دخت خورشید، وی گوهر تاج آدمیت، فرخند نگین خاتمیت. شیطان به خطاب قوم براندند، پس تخت تو را به قوم نشاندند، که این خانه بهشت و جای حواست، ناموس خدای جایش اینجاست. اندر حرم تو عقل مات است، زین خاک که چشمه حیات است. جسمی که در این زمین نهان است، جانیست که در تن جهان است. این ماه منیر و مهر تابان، عکسی بود از قم و خراسان. هر کس به درت به یک امیدی است، محتاج تر از همه وحیدی است. شبو میشنه تو آسمون دم رضا 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 رضا، دل دادن و دل بردن پیر و جوون، دم رضا 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 رضا. سکوت شبو میشنه تو آسمون دم رضا 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 رضا، دل دادن و دل بردن پیر و جوون، دم رضا 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 رضا. ستاره بارونه جشن آقامونه، ستاره بارونه از دستای مهربون تو، پر میکشم کهکشون، همراه خیلی کفترا آقا جون، منو تو صحنت بنشون. آخه من جایی ندارم، سرم رو پات میذارم، هرچی که دارم از تو دارم، دار و ندارم دار و ندارم. بوی عشق میاد از اوج آسمون، طاق عرش شده شبیه رنگین کمون. بوی عشق میاد از اوج آسمون، طاق عرش شده شبیه رنگین کمون. گل اگه باز میشه از اسم تو یاری میگیره، بوی خوش رو از تنه تو یادگاری میگیره. تو بهونه ای برای بودنی، نفسی برای زنده موندنی، شعر تازه ای برای خوندنی،
ترانه ای بر لب خیل ملکی، تو مدار فلکی، تو منایی کعبه اگر بیت خداست، تویی که حج فقرایی دست من و دامن تو، آقا جونم امام رضایی، آقا جونم امام رضایی، ستاره بارونه جشن آقامونه، یا امام رضا، یا امام رضا، ستاره بارونه جشن آقامون، ستاره بارونه جشن آقامونه، یا امام رضا، 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 یا امام رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت الکریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه جلوه افلاکیان از شبکه جهانی امام حسین در خدمتتون هستیم و این چهارمین برنامه است که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در دهه رضویه تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که سه برنامه گذشته مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه و بیننده این برنامه که هستید تا انتها با ما همراه باشید. اگر بیننده برنامه های پیشین ما بوده باشید میدونید که در برنامه اول و دوم پیرامون شخصیت والای حضرت فاطمه معصومه و سوالاتی که پیرامون اون بزرگوار شاید در ذهن شما تداعی شده باشه صحبت کردیم در خدمت کارشناس محترم برنامه، و همچنین در برنامه سوم پیرامون بحث شفاعت و اینکه شفیع قرار دادن ائمه معصومین و حالا شخص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین به درگاه خداوند متعال صحبت کردیم، سبقه تاریخی گفتیم، بحث لغوی کردیم و مثالهایی که توسط کارشناس محترم برنامه حاجی آخوند مطرح شد، و به هر حال امیدوارم که مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. در این جلسه اگر خدا توفیق بده میخواییم بحث شفاعت رو به یک جایی برسونیم تا اگر با دشمنان این بحث مواجه شدید و مقابل شدید بتونید از این داشته هاتون استفاده کنید و پاسخگو باشید، تا انشالله یک بحثی، یک مجال، یک فرصتی مقتضی و مبسوط در مورد بحث شفاعتی صحبت کنیم که شفاعت از اون بحث هاست که میشه کتاب ها در موردش نوشت و از اون اعتقادات حقه شیعه اثناعشری است و در موردش حرف داره، کتاب داره، مطلب داره، استدلال داره و یک قدم هم پا عقب نمیگذاره، چون ما با عقل و علم و بینش و آگاهی در راه افتادیم و ادامه هم خواهیم داد. با ذیل عنایات خاصه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چهارمین برنامه جلوه افلاکیان رو آغاز میکنیم با حضور کارشناس محترم حاجی آخوند. حاجی سلام عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید، من در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت سرکار محترم برادر عزیزمون جناب آقای امیری و دستاندرکاران این برنامه خوبتون و کلیه عزیزانی که الان بیننده این برنامه هستن، سلام گرم خودم را خدمت عزیزان عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلامت، در خدمتون هستیم. حاج آقا، در مورد شفاعت بحث لغوی رو انجام دادیم، گفتیم مثلا شفاعت یعنی چی، گفتیم که یک عده‌ای هستن بجز خداوند متعال که به اذن خداوند متعال حق شفاعت دارن طبق آیات قرآن، و رسیدیم به اینکه همه کس خلاصه مورد شفاعت قرار نمیگیرن. یه سری تبصره هایی داشت که شما بیان فرمودین که کسی نباشه که عرض کنم مشرک باشه، کسی نباشه که کافر باشه، کسی نباشه که خدا رو به سخره گرفته باشه با انجام دادن گناه، و کسی نباشه که به امید شفاعت بره عمدن گناه کنه. اینا چیزایی بود که حالا توی ذهن من موند.
اگر اجازه بدید توی این برنامه به این بحث و موضوع بپردازیم که شفاعت در آیات قرآن چه جایگاهی داره، در روایات ما چه جایگاهی داره، و سوابق تاریخی که بین ائمه ما و حالا سایرین از بزرگان دیگر فرقه ها در مورد شفیع قرار دادن شخصی به درگاه خداوند متعال برای رسیدن به حاجتی وجود داره صحبت کنیم. حالا هر کدوم از این صحبت ها، این که تقدم و تأخرش با شما، کدوم اول باشه کدوم دوم باشه، ما در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صدق الله العلی العظیم. چند تا آیه هست در قرآن که منطوق این آیات و مقتضای این آیات و ظهور این آیات دلالت بر مطالبی میکنه که در برنامه های گذشته ما بهش اشاره کردیم، و اون اذن حضرت ذات احدیت نسبت به اون کسانی که میتوانن واسطه بشوند بین خالق و مخلوق، که بحث شفاعت اصلا اینجا خودش را نشون میده که یک افرادی بیان حلقه وصل بشن بین خدای حلیم کریم واسع به تمام معنا با مخلوق ضعیف فقیر بی همه چیز بیچاره ای که محتاج یک نفس و یا کمتر از آن نسبت به حضرت ذات احدیت داره. انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. بله، در مناجات آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه. بله، یا در مناجات آقا امام حسین سلام الله علیه، مناجات عرفش، آقا میفرمایند که خدایا انت الغنی و انا الفقیر، انت الرازق و انا المرزوق، انت الشافی و انا المریض. و چه خطابهای زیبایی که آقا در صحبت ها و مناجات های خودشون دارن. حالا القصه، یه آیه ای داریم ما در قرآن، اگر که قائل به صحت قرآن داشته باشیم و به این مطلب که قرآن حلقه وصل بین خالق و مخلوقه، این طرف و اون طرف هم دیگه نپریم. صحبت ما سر واقعیت‌های قرآنی و تاریخه. حیفه که انسان خفاشگونه زندگی کنه که بهش گفته بشه خورشیدی هست، بگه نه تاریکی غار زندگی من را رقم میزنه. وای، خورشید هست. این که شما منکر خورشید باشید دلالت بر این نمیکنه که خورشید نیست. خورشید نیست، شما نمیتونید ببینید. که در تعبیر طلبگی داریم که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این که وجدان تو قبول نمیکنه دلالت بر این نمیکنه که اون چیز نیست. و آفتیه که متاسفانه بعضی از افراد منحرف خوردن همین مسئله است، که چون که من باور نمیکنم پس وجود خارجی نباید داشته باشه. نسبت به قصه امام زمان، وجود امام زمان، خلاصه این سری صحبت هایی هست، چون نمیبینیمش نیست اینجوری میگه متاسفانه. حالا برمیگردیم به موضوع خودمون در رابطه با شفاعت از دیدگاه قرآن. یکی از قصه های معروف قرآن که خدای تبارک و تعالی اشاره میکنه به احسن القصص، زیباترین قصه است. خب قصه 41 ساله فراق یوسف و یعقوب، فاصله کنعان به مصر هم بیشتر از یه هفته نبود، یک هفته راه بیشتر نبود، اما موظف نبود که یعقوب یوسف رو پیدا کنه و یوسف یعقوب رو پیدا کنه، پدر پسر رو پیدا کنه طبق قرارهایی که در مشیت حضرت ذات احدیت باید اونجا رقم بخوره. چه حکمتی بوده پشت پرده، چه مشیتی بوده، کار به این مسئله نداریم. خب بعد از اینکه مبنای مشیت الهی بر این شد که حضرت یوسف دیگه حالا باید خودش را نشون بده به پدر، خب مقدمتا برای اینکه پدر ثابتش بشه که حضرت یوسفی زنده هست، برادرها وقتی برگشتن در از سفر مصر پیراهن حضرت یوسف را آوردن. که اصلا یکی از بحثایی که هنوز اون آقایون دشمنان و مغرضین هنوز نتونستن جواب بدن و تفره میرن همین مسئله هست، همین مسئله خیلی ریز که قبل از شفاعت در این آیه این مسئله هست که پیراهن حضرت یوسف بوی بدن حضرت یوسف رو به خودش گرفته. از دور بشیر نامیه، حالا در تعبیر هست که بشیر
اسمش بوده یا اون کسی بوده که بشارت دهنده باشه. خب اومده از دور حضرت موسی، حضرت یعقوب ببخشید نابیناست، سه مرتبه بینا شد و کور شده، نابینا شده پس از گریه ها، از دور حالت استشمام، حالت قویه، حالت استشمامش، حالت خلاصه به تعبیری قوی شده و دنبال یوسف و بوی یوسفه و صدای یوسفه و حرکات یوسفه، که حتی در روایت داریم عاشق علی اکبر نهاوندی ظاهرا در کتاب خزینة الجواهرش میفرماید فی زینت المنابر که اونقدر یوسف یوسف گفت که وحی نازل شد که خدا به تو دستور داده که دیگه اسم یوسف رو بر زبان جاری نکنی، مأمور دیگه. گفت چشم، چیکار بکنه که نام یوسف آرام بخشش باشه. اومد درب ورودی کنعان، اونجا یه عبادتگاهی، در و دیواری، معبدی درست کرد برای خودش، یه مسجدی درست کرد برای خودش. منتظر بود که یه کاروانی آمد و شد داشته باشه، حالا یا از شهر بره بیرون یا از بیرون شهر بیاد تو، یک کسی کسی دیگری را خطاب کند که اون کس اسمش یوسف باشه، با شنیدن صدای یوسف او آرام بگیرد. با این وضعیت حالا خیلی حساس شده نسبت به یوسف و نسبت به قضایای یوسف. در نابیناییش قرآن می‌فرماید که خطاب کرد که من بوی یوسف را استشمام می‌کنم. زمانی که پیراهن رو آوردن، زمانی که پیراهن، هنوز پیراهن رو سر و صورتش نیافتاده بود، از راه دور، از راه دور. خب آقایونی که میگن بدعته، پیراهن یوسفی که 41 سال حدوداً فاصله افتاده با دیدار پدر، معمولاً این زیر پیراهن 40 سال قبلش که نیست، لباسش عوض کرده، اینو به صورت انداخته، فرتد بصیرا. اصلا این معجزه رو، معجزه کجا ما میتونیم رقم بزنیم؟ آخه بابا شما بیاید ببینید فرتد بصیرا چه تعبیر اصطلاحی داره. خب بگیم که اینم مرتد بوده دیگه، بگیم اینم که از ناکجا آباد اومده دیگه. یعنی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام اعجاز درست میکنه، باعث شد که بینایی حضرت یعقوب علیه السلام برگرده. یه سوال من بپرسم، بفرمایید. ما متهم میشیم به این که میریم در خونه غیر خدا، باید بریم در خونه خود خدا. خب اگر بریم در خونه غیر خدا میشیم مشرک. خب این متهم میشیم. بله، ما اعتقادمون اینه که ائمه ما زنده هم. با توجه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حالا به ظاهر میگن مرده اند، شبهه ای که مطرح میشه میگن که در خونه زنده رفته، حضرت یوسف زنده بوده، شما میرید در خونه مرده ها. میخوام ببینم که این چجوری جواب داده میشه. این اصلا اول کلامه، شما ما رو وارد یه بحثی بخواید بکنید که من یه سوال به ذهنم رسید، ببخشید. نه جدی میگم و باید چند تا برنامه برای این مسئله. من میخوام ببینم که اگر مرده باشه یا زنده، بحث شرکه درست میشه؟ زنده هم باشه شرکه دیگه. مثلا یک سوالی دارم، درخونه غیر خدا. درست. من یک سوالی دارم. حضرت یوسف زنده بود، پیراهنش چی؟ ما حضرت یوسف رو نیاوردیم که دست آدم زنده به صورت یک آدم زنده درست کشیده بشود. تازه پیراهن است. بحث شرک هم جا نمیفته دیگه، به هر حال در خونه غیر خدا رفته، حالا چه زنده چه مرده. درسته؟ بله. اما آیه شریفه رو ما اگر دقت کنیم به لفظش و به ظاهر آیه، بله، اصلا کاری به حاشیه نداریم. ببینید که خدای تبارک حضرت یعقوب سلام الله علیه چه ارتباطی با بچه‌هاش برقرار کرد و چی گفت. فرمایش قرآنش رو ببینیم. فلما انجا اهل بشیر، که گفتم وقتی بشیر یا بشارت دهنده، بله، القاه علا وجهه، اون لباس پیراهن را القاه، انداخ رو صورتش. به مجردی که این ملامسه ایجاد شد، این تماس ایجاد شد، فرتد بصیرا، کور بیدار بینا شد، نابینا بود بینا شد. که اینجا یه بحثه که فرمودید، قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. اینو باورتون بشه، پیغمبر چیزهایی میدونستن که دشمنان پیغمبر نمیدونستن.
به تعبیر بچه های حضرت یعقوب حرف حضرت یعقوب رو گوش ندادن در اون مدت. حضرت یعقوب فرزندش رو به رسم امانت سپرد به برادراش. بله، خیانت کرد. چه خیانتی بود؟ بالاتر از این؟ بله. که 41 سال فراق، اونم پدر، پیرمرد، معصوم، پیامبر، اونم چه پسری؟ اینو داشته باشید. وقتی به اشتباه خودشون پی بردن، یک اقرار به اشتباه، ما در ما باب توبه و قبول شفاعت میگن که اول بیا اقرار بکن. البته اقرار به گناه نسبت به مخلوق گناه ها، معلوم باشه که من اگر گناهی کردم خودم و خدای خودم نمیتونم به آقای امیری بگم من فلان گناه و معصیت رو انجام دادم. گفتن اون گناه خودش گناهه، در خونه خدا بعد در خونه خدا یا اون کسانی که خدا معین خدا معین من اذن له الرحمن. خب خوب دقت کنید اینجا رو. قالو یا ابانا، قالو جمعه، برادرها همه گفتن. یا ابانا خطاب خدا نیست، خطاب واسطه ایست که اعلمه، چون طبق اقرار خود حضرت یعقوبه، اینی اعلم من الله، اونم از طریق خدا من میدونم مالا تعلمون. خوبه؟ ببینید چقدر زیبا، آخه دیگه ظاهرتر از این آیه ما دیگه نداریم. استغفر لنا ذنوبنا، طلب استغفار کن از چی؟ از گناه. از گناه. حالا اگر ذنوبنا هم نمیمورد یه بحثی روش بود، استغفر لنا، خب درگذر. نه، از گناه هایی که ما کردیم تو درگذر. آقایی که میگی مشرک، آقایون مشرکن، بچه های یعقوب هم مشرکن، ببخشید خود حضرت یعقوب هم مشرکه، چون اگر اینجا جایگاه شرک بود بر امام معصوم، بر پیغمبر معصوم واجب است بیان احکام کنه. ما در تاریخ قرآنی نداریم. اگر که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا جان از گناه های ما در بگذر، اگر این بدعته، همون وقت پیغمبر واجب بود براش که من نمیتونم شما را بیامرزم، من نمیتونم شما را بیامرزم، اصلا چرا منا به عنوان یک شخصی که بتوانم بار گناه های شما را بردارم، شفیع شما بشم، من نمیتونم. چرا گفت استغفر لنا ذنوبنا؟ جواب بدن آقایون، انا کنا خاطئین، ما اشتباه کردیم. یعنی به این واسطه پس دو مورد شد، یکی لباس حضرت یوسف و پیراهن حضرت یوسف که باعث شد بینایی بازگره به حضرت یعقوب علیه السلام، و بین کلامتون، بین دو پرانتز، اگر روزی تربت کربلای امام حسین رو من و شما توتیای چشممون کردیم، ریشه قرآنی دارد. نمیتونیم متهم بشیم، نمیتونیم. اگر فطرت و وجدان بیدار بخواد حاکم باشه ها، و الا افرادی هستن مانند شیاطینشون چشم بسه، هر حرفی رو هم به خدا میزنن، هم به پیغمبر میزنن، هم به اهل بیت میزنن. اصطلاحا برای این افراد میان کسی که خواب رو میشه از خواب بیدار کرد، اما کسی که خودش به خواب زدن رو نمیشه خواب. نمیشه از خواب بیدار کرد. خب این بحث قرآنی. خب حالا اگر بپردازیم به بحث روایی، چون من ببخشید من میخوام یه ذره بحثو پیش ببرم، میخوام بحث جمع شه، چون زیاد زمانی نداریم. خب اجازه بدید من آیه رو تمومش بکنم، یه خط دیگه بیشتر نداره، چون نتیجه آیه است. وقتی که از پدر طلب مغفرت گناه ها رو کردن، ببینید حضرت یعقوب چقدر معرفت الهی همینه، قال، جواب داد، سوف استغفر لكم ربی، نگفت من شما را خلاصه میامرزم، من واسطه میشوم به درگاه خدا، چون اعلم از شما، چون پدرم و اعلم از شما، از شما اون اعلمیتی که شما نمیدونید و من میدانم، و همین ریشه آیه شریفه قرآن میشود و ابتغوا الیه الوسیله، که یعقوب میفرماید من وسیله شفاعت شما هستم، خدا به من اذن له الرحمن به من اجازه داده. و سوفه در لغت عرب با دو تا کلمه داریم، دو تا حرف داریم، یکی سوفه است، یکی سینه، آینده رو بله که بر روی فعل قرار میگیره. سوفه و سین یه فرقی داره، سوفه آینده دوره، سین آینده نزدیکه. حضرت یعقوب هم سوفه، یعنی آینده خیلی امروز و فردا منتظر نباشید که من واسطه بشم. سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم،
من واسطه میشم، خدا اگر بخواد. کار نهایی با خداست، امضای نهایی با خداست، من واسطه میشم. کجای این آیه دلالت بر این میکنه که ما همچون اهل بیت علیهم السلام را شفیع قرار میدیم به اینکه خودشون بیان کننده کار باشن؟ ما اهل بیت رو به عنوان حلقه وصل درسته بین خالق و مخلوق میدونیم. این حالا یک بحث، البته من مطمئنم که آیات و آیات دیگه ای توی قرآن هست که حالا ما به علت اینکه بله ضیق وقت داریم و الان، ولی در این حالی که ما الان مطالب زیادی داریم، ولی چون شما فرمودید به مسئله تاریخی و قصه تاریخی، من که دو تا مطلب ان شاء الله به این بپردازیم. در خدمتتون هستیم بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه جلوه افلاکیان در خدمتتون هستیم در ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. امیدوارم که به زودی زود قسمتتون بشه زیارت اون بانوی بزرگوار در قم و بعد عرض ارادت و بندگی به پیشگاه حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه و شریف در مسجد مقدس جمکران و همچنین به پابوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بشیم، همه ما و شما و بچه هایی که در آن سوی دوربین های جلوه افلاکیان زحمت می کشند و شما فقط ما رو از اون قاب پنجره گیرنده هاتون در منازلتون تماشا می کنید. خسته نباشید می گیم به همه اونهایی که زحمت می کشند تا برنامه‌ای در خور و لیاقت سلیقه شما مهربانان تقدیم حضورتون کنید. فاطمه یا حیدری کلید شیعه اسنا عشری، فاطمه یا حیدری، فاطمه یا حیدری کلید شیعه اسنا عشری، فاطمه یا حیدری شافع روز محشری، دلدار مایی ابد حسن، نور خدایی ابد حسن، قبله نمایی ابد حسن، یا امام رضا دلدار مایی ابد حسن، نور خدایی ابد حسن، قبله نمایی ابد حسن، یا امام رضا کلید شیعه اثناعشری، فاطمه یا حیدری، فاطمه یا حیدری فرش سر راه شما پیران گل پوشیده، عرش قدم گاه شما گرمی دل خورشیده، فرش سر راه شما پیران گل پوشیده، عرش قدم گاه شما گرمی دل خورشیده، روح یاسینی اول حسن، قلب زمینی آقا، قلب زمینی اول حسن، یا امام رضا دلدار مایی ابوالحسن، نور خدایی ابوالحسن، قبل نما تو که از آینه ها دل میبری، از دل ما با خبری، باده وصل کوسری، کلید شیعه اثنا عشری، فاطمه یا حیدری، فاطمه یا حیدری، کلید شیعه اثنا عشری، فاطمه یا حیدری، فاطمه یا حیدری، دلدار مایی ابوالحسن، نور خدایی ابوالحسن، قبله نمایی ابوالحسن، یا امام رضا دلدار
قبله وصل حرمت بشارتی از قرآنت. آهوی بیتاب دلم توی حرم سلطانم، مژده وصل حرمت بشارتی از قرآنم. آهوی بیتاب دلم توی حرم سلطانم، عشق ساداتی ابوالحسن جمع صفاتی ابوالحسن جمع صفات ابوالحسن. یا امام رضا دلدار مایی ابوالحسن، نور خدایی ابوالحسن. یا امام رضا کلید شیعه اصلاح عشری حاجا ادامه بدیم. خواهش می‌کنم. عرض می‌شه خدمتتون یک مسئله تاریخی هست که این مسئله در تاریخ ثبت شده و نشون میده که گاهی اوقات واسطه حتی اگر به ظاهر از دار دنیا رفته باشد ولی ممکنه قبرش و گنبد و بارگاهش اون جایگاه معنوی الهی رو داشته باشه که خدا به واسطه این مکان خیلی کارا رو انجام میده. درست؟ این قصه رو شاید بینندگان و شنوندگان یا نشنیدن یا کمتر بهش اشاره شده، اما در کتب تاریخی مسئله هست. اون آقایی که ساعت شهادت آقا رسول الله فرمودن حسبنا کتاب الله، خلیفه خلیفه ثانی به اصطلاح، آقایونی که متابعت از این مشرب و این مرام میکنن، یک جواب تاریخی مونده. این رو من ازشون خواهش میکنم جواب به من بدن. و تاریخ این سوال رو کرده، 1400 سال مسکوت مونده این قصه. اون آقایی که آقا رسول الله که فرمودن ایتونی به دواتن و کتابن حالا و قرطاسن بنابر گناه های مختلف روایات، تا یه چیزی بنویسم، نه اینکه لا تضلو، لن تضلو، لا و لن تضلو ابدا، لنش که نه تعبیدیه، ابدا هم که تأکید، که گفت که نه رجل لا یحجر، اینا آقایون هیچ چی نمیگن بهش، حسبنا کتاب الله، اشکال نداره. ملل و نهل شهرستانی 900 سال بر روی منابر حوزه های علمیه اهل سنت هنوز صحبت داره. بله. در یکی از مقاطعش این تاریخ رو نقل میکنه که باید نقد بشه و بررسی بشه و دنیا دنیای رسانه و تبلیغات و گفتمانه. در زمان حکومت خلیفه ثانی کرارن می آمدن در خونش اون کسانی که شاهد بودن که ایشون فرمودن حسبنا کتاب الله ان الرجل لا یهجر، هر چی میخواید قرآن جوابتون رو میده، اشکال نداره. میامدن میگفتن حضرت خلیفه مشکلی داریم ما. از اول قرآنم تا آخر قرآن مراجعه کردیم، هیچ خبری از این جواب نیست. کما اینکه باید باشه همین درست. مسئله کجای قرآن درکعت نماز گفته؟ درست. کجای قرآن حج به تمام معنی به اکمله را بیان کرده؟ ما نداریم. ذبح شرعی رو کجای قرآن گفته؟ نداریم. آقایون میگن شما قرآن ثانی دارید، نه ما قرآن ثانی نداریم، ما همون قرآنه، فقط قرآن ما یه نوار خالیه، یه گوینده توش ضبط کرده. گویندگان این قرآن صامت قرآن ناطق ماست، مبین و مفسرین قرآن، که خودتونم اذعان به این مسئله دارید، لولا علی لهلك عمر، یعنی همین مسئله رو میخواد بیان کنه. اومدن در تاریخ ملل و نهل شهرستانی مسئله هست، اومدن در به خانه خلیفه ثانی را زدن، حالا با اون شرایطی که هست ازش سوال کردن آقا ما مسئله داریم حل کن، نتونست جواب بده، چیکار کرد؟ نگفت برید به قرآن مراجعه کنید، اشاره کرد به خانه علی بن ابی طالب، گفت برید مشکلتون رو از این خانه سوال کنید. اینجا تو مسئله است.
یک بحث این که حسبنا کتاب الله، اون بحثی بود که خودت پیش کشیدی و در زمان خودت اون مسئله رو به چالش کشوندی. شخص ناظر حقیقت نمیگه تو در زمان پیغمبر گفتی کتاب ما رو بسه، اما الان داری مردم رو ارجاع میدی به علی ابن ابی طالب. اون چی و این چی؟ یک مسئله است که هنوز ما جواب ندادن و نخواهند داد، چون نمیتونن تاریخ رو به چالش بکشونن اینطوری. یک دو، با زبان بی زبانی خلیفه ثانی داری میگه که شما اگر مشکل دارید برید دنبال شفیع، من نمیتونم شفیعتون بشم. با اون معنای اصطلاحی و لغوی که عرض کردیم که شما تنهایید، برید جفت خودتون رو پیدا کنید. زم جفت شما مردم برای حل مشکلات امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بله، خیلی متشکرم حاجی آخوند. بینندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه جلوه افلاکیان. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حالا قبل از اینکه یه سری بزنیم به پخش و یک برنامه رو ببینیم، میخوایم صحبت کنیم در مورد اینکه ما تو این شبا شاید یک حاجت خیلی بزرگ داشته باشیم و اون حاجتمون هم قطعاً ما شیعیان ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. حالا که بحث شفاعت مطرح شده، بحث این مطرح شده که ما برای دریافت خواسته هامون باید بزرگانمون رو به درگاه خداوند متعال شفیع قرار بدیم، عرضه بداریم خدایا بار پروردگار ما که چیزی نداریم، ما یه مش بنده سراپا تقصیریم که حالا آمدیم در خونه امیرالمؤمنین، به واسطه امیرالمؤمنین یه آبرویی پیدا کردیم. اما تو این شبای عزیز تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا، بیننده های عزیز، خدا رو به ائمه اطهار علیهم السلام قسم بدین، به حضرت معصومه سلام الله علیها قسم بدین، تو رو خدا سر نمازاتون یادتون نره. تو این شبا و تو این روزها پروردگار متعال رو به حضرت معصومه سلام الله علیها قسم بدیم و در واقع با توجه به مباحثی که گذشت حضرت معصومه سلام الله علیها رو شفیع قرار بدیم، چرا که اون بانو آبرو داره به درگاه پروردگار متعال. و عرضه بداریم که اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا ظهور امام زمان رو برای ما برسان. یک بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم و با بخش پایانی جلوه افلاکیان در خدمتتون خواهیم بود. سکوت شبا میشنه تو آسمون، دم رضا 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 رضا، دل دادن و دل بردن پیر و جوون، دم ما رضا رضا. سکوت شبا میشنه تو آسمون، دم رضا 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 رضا، دل دادن و دل بردن پیر و جوون، رضا 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 رضا. ستاره بارونه آقامونه، بارونه آقامونه، یا امام رضا، یا امام رضا، یا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا. کسی که عشقش نمازه، نمازش اصل نیازه، اونه که اصل نمازه، معنی راز و نیازه، نه نماز و روزه و حج و جهاد بی ولایت، نه زکات و خمس بی حب امامت، نه محبت بی عبادت، راهی باز نمی کنه بر اهل قیامت. صاحب علم نبی و علم علی و عصمت زهرا علم حسن،
وارث شجاعت ارباب بی غسل و کفن، معنی سخاوت و عدالت و عبادت و سعادت و قیامت و هیبت و شوکت و رأفت و عزت، با نگاهی از هدایت میبره عاشقا رو تا بی نهایت. خوش به حال هر کی شد هر آکشت، سینه چاک پاکشت، تتار بارود آرونه آقامونه، آرونه آقامونه، ستاره بارون آرونه آقامونه، آرونه آقامونه. یا امام رضا، 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 یا امام رضا. آنچه که تماشا میکنید جلوه افلاکیان از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خیلی تشکر میکنیم که تا اینجا با ما همراه بودید. بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه حالا بحث رو ادامه بدیم با حاج آقای آخوند، شماره پیامک 3085-87 برای یک عزیزان و بینندگانی که از ایران میخوان برای ما پیامک بفرستن، و همچنین شماره 2044-330-80-80-500 2044-330-80-80-500 این تلفن تماس مستقیم با مسئولین شبکه است و تلفن‌های روابط عمومی هم که مدام به صورت زیرنویس از پای گیرنده‌های شما، تصاویر گیرنده‌های شما عبور می‌کنه. اینها تلفن‌ها و پل‌های ارتباطی شما بینندگان عزیز با ماست. ما انشالله چند برنامه به مناسبت میلاد با سعادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهیم داشت. شما میتونید دلنوشته های خودتون رو، متن های ادبی زیبای خودتون رو، شعر های زیبایی که حالا شنیدید یا خودتون گفتید و سرودید، اگر حدیث زیبایی در مورد شخصیت والای امام علی ابن موسی رضا از سایر ائمه یا از خود امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دارید، در یک خط، در یک جمله، هم به صورت پیامک هم به صورت تلفنی برای ما ارسال کنید، تا ان شاءالله در برنامه هایی که ما در این شب ها در خدمتتون خواهیم بود و تقدیم و حضورتون خواهیم کرد، انشاءالله با نام خودتون این پیامک ها، این دلنوشته ها، این صحبت های شیرین شما رو به محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام تقدیم کنیم. یعنی اینجا یه پل ارتباطی بشه بین شما و ما و امام رضا علیه السلام. منتظر پیشنهادهای شما هم هستیم، منتظر دلنوشته های شما هم هستیم. در آخرین برنامه انشاءالله به قید قرعه از بین شما دوستان عزیزی که با ما همراه بودید یه قرعه کشی انجام میشه و جوایزی به رسم یاد بود تقدیم حضورتون میشه. بخش پایانی رو در خدمت حاج آقای آخوند هستیم. حاج آقا، ما بحث شفاعت رو حالا در خدمتتون بودیم و زحمت دادیم به شما و شما هم خیلی زیبا برای ما بحث رو باز کردید، خیلی چیزها هم یاد گرفتیم. میدونم که خیلی هم وقت کم بود و شما خیلی هرس خوردید که خیلی مطلب آماده کرده بودید اما نشد همش رو اینجا بیان کنید. دیگه ببخشید این بحث رسانه و بحث شبکه اون وقتی که ما میدن در همین حد و بضاعت ما در همین حده. حالا بعد یک بحث، مثلا ما بحث 10 شبه بگیریم در مورد شفاعت تا بتونیم از صحبت های شما، تحقیقات شما، پژوهش های شما کاملا استفاده کنیم. اما آنچه که توی این دو برنامه گذشت و برنامه انتهایی ما هم هست پیرامون بحث حضرت معصومه سلام الله علیها، اگر شما یک جنبندی نهایی داشته باشید و انشالله با نام با برکت حضرت معصوم علیه السلام یک حسن ختام برای برنامه ما باشید. عرض به خدمتون، در ادامه صحبت‌های گذشتمون به اینجا رسیدیم که هم ریشه آیات الهیه دارد بحث شفاعت و هم بحث‌های تاریخی و عقلی دارد که به گوشه‌ای از این صحبت ما اشاره کردیم. من دو تا مقطع دیگه در این رابطه در این وقت کمی که خدمتون هستم که متقابلا هم من تشکر میکنم از عزیزان و دستم در کارین که در این وقت باز وقتشون رو گذاشتن و خودشون را با زبان بی زبانی اعلام کردن که ما عاشق حضرت معصومه، عاشق حضرت رضا و عاشق اهل بیت علیهم السلام هستیم و انشالله خواهیم بود و تا دم مرگ انشالله از ولایت اهل بیت علیهم السلام خدا انشالله ما نگیره، انشالله دست بر نخواهیم داشت. یه روایتی در کتاب کامل زیارات ابن قولوی
اعلی الله مقامه الشریف رحمت الله، که از کتاب‌های متقن و صحیح تاریخ مکتب شیعه است. کامل الزیارات اسمش بر خودشه، تمام زیارات ائمه اطهار رو ابن قلوی اعلی الله مقامه الشریف جمع کرده، دسته‌بندی کرده و تبویب کرده. در یکی از مقاطع وجود نازنین حضرت باقر سلام الله علیه، سلام الله علیه، که ایشون به کسالتی مبتلا میشن، بعد آقا درخواست میکنن که یک کسی مبلغی رو بهش میدن و میفرمانن که برو کربلا. شما حساب کنید فاصله مدینه عربستان مرز عراق و وارد عراق میشن و کربلا چند صد کیلومتره. عرضه داشتم که آقا عبد رسول الله این کار برای چیه؟ آقا فرمودن من پول میدم که این شخص هزینه راهش را خلاصه به دست بیاره و بره کنار قبر مقدس جدم آقا ابی عبدالله الحسین تحت قبة الحسین دعا کند و امام حسین را واسطه شفای کسالت من بکنه، که امام حسین علیه السلام واسطه و شفیع بشه برای امام باقر، برای امام باقر معصوم. عرضه داشتم یا عبد رسول الله که شما خودتون امامید. آقا فهمودن درسته من امامم، اما خدا شفاعت و جایگاهی که به امام حسین در عوالم هستی داده یه جایگاه خاصی انحصاری و منحصر به فرده، که ما اهل بیت علیهم السلام هم هنگام رفتن به درگاه حضرت ذات احدیت از این آقا ما طلب واسطه میکنیم، که قصه ها دارد نسبت به آقا رسول الله علی ابن ابی طالب رو واسطه قرار داده و آقا علی ابن ابی طالب در نمازهاشون بعد از نمازهاشون آقا رسول الله را واسطه آمرزیدن گناه و آمرزش گناه های شیعیان مخصوصا کرده، که تاریخ مذکوره. بله. و اما نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها، که الله رسیدیم به این مطلب، خدای تبارک و تعالی یک سری واسطه هایی داره. گاهی اوقات واسطهش حضرت یعقوب قصه ها هست، گاهی اوقات واسطهش آقا رسول الله، گاهی اوقات واسطهش پیراهن حضرت یوسفه، احسن، پیراهن حضرت یوسفه، گاهی اوقات واسطه قصه مباهله ای که آقا رسول الله فرمودن ما بچه هامون میاریم، انفسمون میاریم، زنانمون میاریم، شما بیارید، برجتی که باید واسطه درست باشه دیگه، به هم دیگه لعن میکنیم، تموش دارم ندنو ابنا انا و ابنا اکم و انفسنا و انفسنا، بله، سپس نبتهل، ابتهال میکنیم به درگاه خدا، دعا میکنیم، بعدش هم نفرین میکنیم بر اون کسایی که کافرن و کاذب. لعنت الله. بله. خب گاهی اوقات این مقداری مسئله که باریک بشه واسطه آقا امام حسن میشه، گاهی اوقات واسطه آقا سید الشهدا سلام الله علیه میشه، گاهی اوقات واسطه این همش بحث شفاعت دیگه دستای کوچولوی آقا علی اصغر سلام الله علیه میشه، که این آقایی که با اینکه شمشیرم بر نداشت ولی جایگاهی که در مقام اهل بیت در بین اهل بیت داره، فرزند امام با دستای کوچولوش تعبیر میکنن که گره های کور و گره های بزرگ رو باز میکنه. باب الهوایج هست. همین باب الهوایج یعنی باب شفاعت دیگه. گاهی اوقات حضرت عباس سلامات الله علیه خودش رو نشون میده سلام الله علیه. گاهی اوقات علی اکبر خودش رو نشون میده. گاهی اوقات در قالب آقا امام سجاد خودش رو نشون میده این باب شفاعت. تا برسه به وجود ناظرین باب الهوایج آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و دخترش حضرت معصومه سلام الله علیها و علیهما و علیهم اجمعین. قصه هایی که در بطون تاریخ هست این مقدار تعصب اون طرف مرز هاست، اما وقتی نگاهی به افرادی بکنید که از مکتب ولایت علی ابن ابی طالب مخصوصا در عراق، این مسئله رو میگم که اینها یه مقداری قداستشون و معتقداتشون نسبت به حریم حرم های اهل بیت علیهم السلام یه مقدار هنوز جایگاه خودش رو داره، که من روز عاشورا شاهد بودم افرادی بودن از مناطق اهل سنت اومده بودن کربلا برای عزاداری و دیدن عزاداری، این رو باورتون بشه، با همون زی و با همون لباسهای کذایی که من یکی از بستگانم سوال کردم تو همون عزاداری عاشورا از اتفریج، گفتن اینا از فلان منطقه میان یا منطقه سنی نشینه، گفتم بابا اینا که
کسانی بودن که خودشون کربلا را رقم زدن، گفتن نه اینا اونا نیستن، و کسانی هستن که میان اینجا اعجاز میبینن، شفا میگیرن، حاجت میگیرن، و نزوراتی که ما پشت حرم آقا حضرت عباس سلام الله علیه دیدیم از نزدیک، عزیزانی که میخوان برن و برن و از نزدیک نذر میکنن، میان گوسفند میدن، حیوان میدن، حیوانات قربانی، بله قربانی میکنن، جز نزورات، جز حوائجه و برآورده شدن حوائج. و وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها که این خانم با اون بارگاه ملکوتیش که در زیارتش هم میخونیم که یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأنا من الشأن، که یه باب و یک مقوله عجیبی است در باب شأنا من الشأن. خدا چی میخواد بگه؟ امام صادق چی میخواد بگه؟ به من شما دستور دادن وقتی محضر مقدس حضرت معصومه و بارگاه اهل بیت بریم این الفاظ را مترنم بشیم، این چه ارتباطیه، چه معنایی داره که این باید جایگاه خودش را پیدا بکنه انشاءالله در مجالس آتی و آینده. علا ای حال، من حیث المجموع، حضرت معصومه سلام الله علیها دارای کرامات عجیبه ای دارن. همین بس که اون آقایی که توسل کرده بود که میخوام مقام و منزلت حضرت معصومه سلام الله علیها را ببینم چه جایگاهی داره، در عالم رؤیا خواب دیده بود که حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودن که میرزای قمی، ایشون شافع روز قیامت مردم قمن، من که شفیعه دو سرا هستم، شفیعه دنیا و شفیعه قیامت. انشالله که مشمول دعای خیر حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بگیریم و قرار بگیرین و قرار بگیرند بینندگان عزیز و ارجمند. حاجای آخوند خیلی استفاده کرد، سلام، اما چیکار کنیم که وقتمون کمه و دیگه اطاله کلام شد، معذرت، بزرگوارین، خیلی استفاده کردیم. انشالله که وقت باز انشالله ایجاد شه و توفیق یار شه که در خدمتتون باشیم در برنامه های آتی. شما رو به خداوند متعال می سپاریم و مطمئنیم که توفیق مدالی است به هر کس ندهندش، پر طاووس قشنگ است، به هر کس ندهندش. انشالله که سایتون همواره مستدام باشه. سلام آقا بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این ساعت با ما همراه بودید و برنامه ما رو نظاره‌گر بودید، یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که پیامک، شماره پیامک 308580 پول ارتباطی ما و شما بینندگانی که در ایران سکونت دارید، و همچنین تلفن تماس مستقیم با مسئولین شبکه امام حسین علیه السلام با شماره 2044-330-80-80-500. این دوتا شماره به علاوه شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه که به صورت زیرنویس همواره از جلوی چشمان شما عبور می‌کنه، پل ارتباطی ما و شماست و خواهان این هستیم که شما در این ایام و قبل از شروع برنامه‌های ما به مناسبت میلاد با سعادت امام علی ابن موسی رضا دلنوشته‌های خودتون، احادیث قشنگ، شعر زیبا، هر چی که فکر می‌کنید به درد ما و برنامه ما میخوره برای ابراز ارادت به آستان مقدس علی ابن موسی رضا رو قسمتون نمیدم برای ما بفرستین، حتما برای ما بفرستین. یه بار دیگه شعر، حدیث، دلنوشته با نام مبارک خودتون یا با پیش شماره های مبارک خودتون انشالله در برنامه ما استفاده خواهد شد. در روز آخر هم به قید قرعه از همه شما شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام قرعه کشی خواهد شد، نام هاتون و انشالله جوایزی به رسم یاد بود تقدیم حضورتون میشه. سپری میشود این ظلم، عدو میبازد، آید آن کس که خداوند به او مینازد، آید آن روز که بینند همه عالمیان، در بقیع حضرت مهدی حرمی می سازد. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتان.